خب بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و امروز اوقاتی رو که من، سوربی، مردم و آقای شکیبی هم اینجا هستن به اوقات بهتری پیش رو داشته باشیم. آقای شکیبی خیلی خوش آمدید. قربان شما آقای سوربی. من شما رو چند ساله میشناسم؟ فکر میکنم یه 15 سالی فکر میکنم حداقل. بله شما هم یکی از ستونهای این منطقه هستید. نه قربان، خواهش میکنم. آقا چرا ریش گذاشتید شما؟ والا ما به خاطر برنامه تئاترمون که این یک شنبه اجراش میخوایم بکنیم، مجبور شدیم که ریش بذاریم برای اینکه نقش گداعلی رو من در تئاترمون بازی میکنم، یه ذره ریش گذاشتیم که به اون کاراکتر نزدیک‌تر بشه. چرا گدا ها ریش داره؟ خب برای اینکه پول ندارن که ریش پول ندارن بزنن. که ریششونو بزنن یا میخوان اینجوری کنن خودشونو مظلوم نشون بدن. نمیدونم والا، من متاسفانه تو زندگی معمولی گدا نبودم که ببینم چرا چرا ریش میذارن، ولی بیشترشون دارن. یه جوکی بود میگفت که یه نفر رفت تخمر خرید، شروع کرد فروختن، میخرید 1 تومن میفروخت 2000. یکی اومد بهش گفت آقا این که درست نیست که. گفت چرا؟ به زودی من میلیونر میشم. گفت چطور؟ گفت برای که من الان میلیاردرم. مصاحبه شما رو دیدم با رادیو تماشا. بله قسمتی از وایس آف امریکا. بله بسیار عالی بود، اون رو هم براتون میذارم دوستان تا روز یه شنبه ببینید. یه شنبه هم توی آرلینگتون توی گلیب رود. بله تاماس جفرسون. بله بعضی هم میگن تی جی تاماس جفرسون، شما رو میبینید. بله من به دوستان گفتم شما این برنامه رو گذاشتی روز مادر. بله به دوستان گفتم آقا مادراتونو بردارید بیارید اونجا بخندن، هر کی هم مادرش نیست و فوت شده و دور هست و اینها به یاد مادراشون بیان اونجا یکی دو ساعت. چقدر کل برنامه؟ برنامه در دو پرده است. پرده اولش حدود 1 ساعته، پرده دومش هم حدود 40 دقیقه است و ما هم دقیقا به همین دلیل که شما فرمودین دیدیم که کارمون کار کمدیه. بله و چی بهتر از این که مادرها رو روز مادر بیان اونجا و دور هم جمع شیم و یه ذره بخندیم با هم، شاد باشیم. ممنونم از شما. شاهین شکیبی کیه؟ به دوستان بگید که اونایی که شما رو نمیشناختن، نمیدونن شما کار تئاتر رو اینها کی شروع کردید، اون سازمانی رو که اینجا دارید واشنگتن کارهای تئاتر رو اینها انجام میدید، با دوستان صحبت میکنیم و بعد میایم سراغ این گدا علی. من میگم علی گدا، شما میگی گدا علی، فرقی نمیکنه چه خواجه علی چه علی خواجه. شاهین شکیبی کی هست و از چه زمانی کارهای تئاتر رو اینها رو شروع کرد؟ من کار تئاتر رو از 13 سالگی، اولین بازی تئاتری بوده که من انجام دادم در تهران از طریق مدرسه‌ای که میرفتم و خیلی علاقه. خدا مدرسه، شاید هم کلاسیاتون الان ببینن برنامه. من مدرسه سهن میرفتم در تهران. سهن. بله. و خانواده من کلن خیلی علاقه من به کار تئاتر بودن، همیشه تئاتر میرفتن و منم با خودشون طبیعیه که میبردن و من از اون دوران بچگی خیلی علاقه داشتم به این کار نمایش بازیگری. و تئاتر و بازیگری، برای اینکه خیلی برام جالب بود که این بازیگرها میرن تو قالب یه نقشی و سعی میکنن خودشون نزدیک کنن به اون نقش. فکر میکردم که این کار اولا خیلی خیلی مشکل باید باشه، ولی خب چون برای خودم خیلی جالب بود برای همین هی نزدیک شدم با این کار و تو مدرسه اولین بار که دنبال چند تا بازیگر میگشتن برای یه تئاتر مدرسمون، من فوری خودم رو داوطلب کردم و رفتم و اتفاقا اون معلم هنرمون که به اصطلاح کارگردان اون تئاتر بود خیلی به من توصیه کرد که تو خیلی خوب بودی تو این کار رو، سعی کن ادامه بدی. و خلاصه یه دفعه من همینطوری گفتم که چه جالب، من اولین کار و این چقدر تقدیر میکنه از این که من باهاشون همکاری کردم. خوب بودید که اونم به اصطلاح متوجه شده تفاهم. نمیدونم خوب بودیم یا نه آقای سوربی. یه شنبه دوستان بیان شما گواهی بدید. من کارهای شما رو دیدم ولی اون کار آخریتون موقعی بود که من در سفر بودم و ندیدم. این نقش جدیدی رو که یا این نمایشنامه جدید رو که شما میخوان بازی کنید شما ننوشتید، بازنویسی کردید. برای ما توضیح بدید این بازنویسی یعنی چی؟ یه مقدار برگردید راجب اون نمایشنامه درت. بله. که در 5 تا از دانشگاه‌های اینجا. بله. به نمایش گذاشتید و اینها. بله. در اون مورد صحبت کنید. ضمناً
من توی این آگهی ها ندیدم شما برای دانشجوها تخفیف دارید یا نه. یه تخفیفی امروز بگیریم، هر کی دانشجو بود دمدن بهش تخفیف بدید بذارید به حساب من. چشم. عرضم به حضورتون، من گروه تئاتر واشنگتن رو سال 2005 در این منطقه واشنگتن به ثبت رسوندمش و سعی کردم هر کار نمایشی که از اون به بعد میکنم حداقل زیر اسم گروه تئاتر واشنگتن باشه. ما گروهمون به هیچ عنوان وابستگی خاصی به هیچ دسته و گروه و به هیچ عنوان سیاسی و مذهبی هم نیستیم. همه جور هم کار تئاتر انجام میدیم، هم جدی هم طنز، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی. کار اون به زبان انگلیسی بود. بله. کار گذشته من در زمستون سال 2008 بود، همون درد که فرمودین یا به اسم خاک یا کثافت به زبان انگلیسی بود که من در پنج تا از دانشگاه های این منطقه اجراش کردم و فکر میکنم مردمی هم که اومدن و ساپورت کردن و اون کار رو دیدن، چه ایرانی چه امریکایی چه ملیت های دیگه، یه مقدار خوششون اومده بود از اون کار، برای اینکه با اینکه کار جدی بود و تک نفره بود، خودم بودم فقط، ولی به خاطر مطلبی که اون نمایش عنوان میکرد، در زمانی بود که پرزیدنت بوش خیلی به مسئله امیگریشن و خارجیایی که دارن در امریکا زندگی میکنن به طور غیرقانونی خیلی به قول شما گیر داده بود و داستان نژاد پرستی و به هر حال اون داستانا خیلی گرم بود در اخبار و این نمایشنامه دقیقا توی همون موقع ها خودتون نوشته بودید؟ نه خیر، این نوشته یه نویسنده اتریشی بود به اسم رابرت شنایدر که دکتر پال دیوورک اینجا در ریچموند ویرجینیا این نمایش رو ترجمه کرده بود به انگلیسی و دکتر دیوید لوین هم کارگردانیشو کرد برای من که در 5 شب مختلف در 5 تا دانشگاه اجراش کردیم و اون در زمستان 2008 بود. زمستان انتخابات من نبودم. من از همین بله. خب این نمایشنامه رو شما از دکتر ساعدی بازنویسی کردی. بازنویسی رو برای ما توضیح بدید یعنی چی؟ بله. دکتر ساعدی خب همینطور که میدونید یکی از برجسته‌ترین نویسنده‌های نمایش ایران هست واقعا. و نوشته ایشون چون برمیگرده به 40 سال، بعضی هاش 45 سال پیش تا 33 سال پیش، نوشته های مقدار خاک خورده و کهنه شده به قول معروف. امریکایی ها میگن زنگ زده. بله. من تصمیم گرفتم که این نمایشنامه تشنه انتقام آقای دکتر غلام حسین ساعدی ملقب به گوهر مراد رو بازنویسیش بکنم و تغییرش بدم، یه مقدار طنزش رو زیادتر بکنم و من کلن استوریشو از اتفاقی که در این نمایش در ایران میفته به طور کامل عوض کردم. استخونبندی کار همونه ولی عوض کردم، شرایط رو آوردم به خاک امریکا و گدا علی به خاک امریکا میاد که کرکتر اصلی تشنه انتقام همون گدا علیه، حتی با اسم گدا علیه در تشنه انتقام، که من اینو تصمیم گرفتم همون اسم اصلی اون نمایش رو نگه دارم. فقط یعنی اسم کرکترش رو بیاری تو به جای اسم بذارم به اسم گدا علی در آمریکا، برای اینکه این کرکتر وارد امریکا میشه و حالا در خاک آمریکا تمام مسائلی که باهاش روبرو میشه، مسائلی که با ایرانیای دیگه روبرو میشه، یه مقدار درد دلایی که گدا علی، مسائلی که اون روبروشه فرق میکنه با مسائلی که ماها روبرو شدیم یا مسائلی که خودتون هم داشتید، الان به صورت گدا علی میاری توی عنوان میکنید. آقای سوربی، این نوشته های دکتر ساعدی خیلی ریالستیکه، یعنی حقیقی. خیلی حقیقیه. با زندگی روزمره مردم همیشه
جور بوده، همیشه نزدیک بوده. همه زندگی خودمونه. بله. شب که میشینیم فکر میکنیم چه کار کردیم. دقیقاً. اینه که من فکر میکنم اینطور که من به عقل ناقصم رسیده و اینو بازنویسیش کردم، سعی کردم اون محتوای اصلی نوشته آقای ساعدی حفظ شده، در این حال مسائل جدیدی که ما ایرانی ها باهاش روبرو هستیم، بین خودمون روبرو هستیم، مطرح بشه توی این کار. برای اینکه هیچ چیزی بهتر از این نیست که تماشاچی تئاتر دیالوگای نمایش رو بتونه انقدر بهش نزدیک بشه که برسه با زندگی خودش، برسه با برخوردهای حقیقی زندگی روزمرش. و من در حد توانم، البته من یه چیز رو لازم میدونم اینجا هم به شما هم به بینندگان عزیز بگم، من کارم نوشتن نیست، حرفه اصلی من در کارهای نمایشی به هیچ وجه نوشتن نیست، ولی این کار رو بل اجبار، چون کسی رو نداشتم و خودتون میدونین اینجا هر کاری که ما میکنیم خودمونیم و خودمون، و سعی کردم اون چیزایی که تو فکرم بوده در رابطه با نمایشنامه تشنه انتقام، سعی کردم یه مقدار طنزشو بالا ببرم، یه مقدار سوژهشو بیارم به زندگی روزمره همه ما ایرانی ها که اینجا زندگی میکنیم و مسائلی که این گدا علی مطرح میکنه و کل نمایش مطرح میکنه، هیچ چیزی به جز حقیقت نیست. خب دوستان عزیز، یک شنبه 12 می ماه، همین دو روز دیگه، اگر توی این منطقه هستید، اگر هم یکم دورتر هستید رانندگی کنید، از ریچموند این ورور بیاید، اب نداره، یک شب فقط این نمایش هست. بله آقای سربی، ما متاسفانه چون از تئاتر ایران دور شدیم و دیگه اون اجراهای 20 شب و 30 شب و اینا دیگه نیست توی زندگیمون، و با مشغله‌ای که همیشه بازیگرها دارن یه مقدار مشکله و شغل ماها تئاتر نیست. ما یه گروه آماتور تئاتری هستیم که دلمون میخواد هر چند وقت یه بار یه پروژه رو دست بگیریم و انجامش بدیم، به خاطر عشقمون و به خاطر علاقه علاقمندی به تئاتر. من فکر کنم تا یه کم پولتون زیاد میشه، پسنداز گیرتون میاد، میان اینجوری خرجش میکنیم. و همینطوری که گفتین، ما به خاطر پول هیچ وقت کار تئاتر رو واقعا نکردیم و نمیکنیم، به خاطر عشقمونه. ولی درگیری های بچه ها، درگیری های کسایی که تو پروژه های مختلف کار میکنن، با درس و با کار فول تایم و خود من با کار اصلی خودم، یه مقدار سخته که ما بخوایم مسافرت کنیم یا جاهای دیگه بریم، مثل گروه های تئاتری که از لس آنجلس همه جای آمریکا میرن، کانادا میرن، اروپا میرن. مال ما به اون شکل نیست، ما 4 ماه 5 ماه 6 ماه تمرین میکنیم برای یک شب اجرا. از یه طرف ماها که اینجا هستیم با قدرشو بدونیم، چون لوکال هستید، قیمت بلیط ها رو که نگاه میکنیم اصلا قابل مقایسه نیست با اونها. بعد اون چیزی که شما دارید میگید راجع به گرفتاری و اینها، ماها خودمون رو باز با اون میتونیم تطبیق بدیم. ما هم یه روز دو روز تعطیل هستیم آخر هفته، معمولا هممون هم داریم کارهای دیگر رو انجام میدیم و این فرصتی هست که یه شنبه که دیگه معمولا بعد از ظهر هیچ که هیچ کاری نداره، از بیایم اونجا ببینیم. شما این کارهایی که انجام میدید، هیچ وقت فیلم برداری هم میکنید که به عنوان دیجیتال بایگانی و آرشیو داشته باشید؟ فقط برای خودم، یعنی فقط برای گروه تئاتر واشنگتن که تو آرشیومون کارهایی که کردیم و داشته باشیم، نه برای فروش، برای اینکه ما واقعا نه وسعمون میرسه به این که فیلم برداری پروفشنال بگیریم و بخوایم اجازه تکثیر و پخش و این چیزاشو بگیریم، به خاطر اینکه ما واقعا هدفمون پول ساختن از بغل تئاتر به هیچ وجه نیست و امکاناتش رو نداریم. به خاطر همین نه، اون کارو نمی‌کنیم، فقط یه فیلم برداری میکنیم برای رکورد خودمون و برای خاطره خودمون در آینده. خب از گروه واشنگتن تئاتر بگید و دوستانی که توی این نمایش با شما همکاری میکنن. بله، توی این نمایش خانم ساناز اهوازی ملقب به باران، نقش یکی از نقشای کلیدی دیگه این نمایش رو بازی میکنن که نقش نویسنده و مدیر اون دفتری هست که این گدا علی میاد و اتفاقاتش میفته. ایشون گذشته خوبی دارن از نظر کارهایی که کردن در ایران، ایشون اهل اهواز هستن
و در دانشگاه رشته فیلمسازی و کارگردانی خود ایشون درس خوندن و کارهای نمایشی هم چندین کار انجام دادن. در تلویزیون اهواز هم کار کردن، چند تا نمایشنامه عروسکی اونجا اجرا کردن و خیلی علاقمند به این کار هستن و من خوشحالم که ایشون در این کار با من همکاری میکنن و ایشون خیلی هم با استعداد هستن و کارشون رو به نظر من خوب انجام میدن. تو همین منطقه هم زندگی میکنن؟ بله بله، در مریلند زندگی میکنن. همکار دیگه‌مون در این نمایش آقای آربین اورمزدی هستن که ایشون هم در گذشته چندین کار تئاتر کردن، هم در ایران هم در اروپا، و خوشحالم که ایشون هم باز با ما همبازی شدن توی این کار و دیگه تمرینا رو گذروندیم و منتظریم که دو روز دیگه بریم رو صحنه و این کار رو اجرا کنیم. شما میدونیم من هم تو کار تئاتر اینا شرکت کردم؟ نمیدونستم شما قایم کردید. همون روز اول اخراجم کردن. باور کن دانشجو بودیم اردوی نجف آباد، اومدن گفتن میخوایم یه تئاتر بازی کنیم، من و آقای کابوس اسلامی و دو سه تا دوست دیگه‌مون و اینها، اونا بلد بودن، شرکت کرده بودن. ما هم گفتیم میایم، کاری نداره که، یه کاغذ میدن دستمون، به اون میگن اینو انجام بده. میدی اولا چقدر سخته این لاین ها رو به خاطر سپردن. بعد ما اومدیم اینجا هی گفتیم، هی بنده خدای گفتن کات، هی گفت نه آقا اینجوری نیست، ما رو کردن بیرون. ما هم عصبانی شدیم، با دو سه تا دوست دیگه میرفتیم اون پشت، تا اینا گرم بازی میشدن ما گفتیم کات، این بنده خدا نمیدونستن کی گفته. بعد دو سه روز ما رو چیز کردن، گفتن شما دیگه حق ندارید تو اون محوطه. یعنی در هر صورت منم به یه نوعی با تئاتر کار کردم، ولی جز محرومینش شد. خیلی کار مشکلی، همینطور که فرمودین آقای سرمی، کار تئاتر خیلی وقتگیره، خیلی علاقه خیلی خاصی میخواد، برای اینکه همون حفظ کردن که شما فرمودین و به قول معروف وقت گذاشتن و تو تنهایی و خلوت خودتون با یه کاراکتری زندگی بکنین تا بتونین برسین به اون کاراکتر. بله. و این صحبت یه روز و یه هفته و دو هفته نیست، واقعا این صحبت حداقل 5-6 ماه کار سخته و دیگه اون علاقه و اون عشق آدمو را میندازه. به خاطر شما یه نوشته ای رو می‌خواستید از اون چیز بخونید، اگر لطف کنید این رو بگید یا بخونید برای دوستان. بله، والا این یه نوشته شما خیلی قابلشون نداده. قابل شما نداره آقای سوربی. والا این هنرمندا همه چیشون خوشگله. از موضوعتون این یه نوشته در مورد آقای دکتر غلام حسین ساعدی که ممکنه بد نباشه یه چند جمله ایشو من برای شما بینندگان بخونم. البته مطمئنم که آقای ساعدی انقدر معروف و محبوب هستن و بودن از نظر نمایشنامه نویسی و نوشته هاشون که خیلی آشنا هستن با ایشون، ولی آقای دکتر غلام حسین ساعدی روز شنبه 13 دی ماه 1314 در شهر تبریز در خانوادهی به قول خودش بدحال به دنیا اومد. پدرش علی اصغر کارمند بود و مادرش طیبه خانه‌دار. تحصیلات ابتداییشون و ایشون در مدرسه بدر تبریز و دوره متوسطه رو در دبیرستان منصور به اتمام رسوندن. بعد از تحصیلاتشون در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز ادامه تحصیل دادن. در سال 1341 راهی تهران شدن و خدمت سربازیشون رو به صورت سرباز صفر آغاز کردن. گرایش روان پزشکی رو در تهران به پایان رسوندن و در بیمارستان روانی به کار مشغول شدن. در سال 1341 مطب خودشون به اسم دلگشا رو در جنوب شهر تهران افتتاح کردن. آقای ساعدی با فعالیت‌های سیاسی خودشون از نوجوانی با پیوستن به شاخه جوانان حزب دموکرات آذربایجان شروع کردن. پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 چند ماهی رو در زندان به سر بردن. درباره انتخاب نام مستعار گوهر مراد ایشون در یکی از نوشته‌های خودشون نوشتن که در پشت خانه مسکونی من در تبریز گورستانی متروک بود که گاه ساعت‌ها در این گورستان قدم می‌زدم
و در یکی از دفعات چشمم به گور دختری به نام گوهر مراد افتاد که بسیار جوان از دنیا رفته بود و همانجا تصمیم گرفتم تا از نام او به عنوان نام مستعارم استفاده کنم. سایدی کار نوشتن رو از 17 سالگی با به عهده گرفتن مسئولیت‌های روزنامه‌های فریاد، سعود و جوانان آذربایجان آغاز کرد و به درج مقاله و داستان در این سه روزنامه و روزنامه دانش آموز چاپ تهران پرداخت. در سال 1125 همکاری با نشریه سخن رو آغاز کرد و کتابای مرغ انجیر و پیکمالیون رو در تبریز انتشار داد. از این سالا به بعد شروع به نوشتن و منتشر کردن نمایشنامه و داستانهای کوتاه کرد. در سال 1141 با کتاب هفته و مجله آرش همکاری خودش رو شروع کرد. او همچنین با شاعر معروف آقای احمد شاملو در چاپ نشریه ایران شهر در لندن همکاری داشت. دیگه توضیحات بیشترش رو من نمیخوام سر بیننده ها و سر شما رو درد بیارم. ایشون در سال 1314 که متولد شدن در سن 50 سالگی در سال 1364 شمسی پس از تحمل یک دوره بسیار بسیار سخت بیماری به علت خونریزی دستگاه گوارش در فرانسه در بیمارستان سن‌آنتوان پاریس درگذشتند و در گورستان پرلاشز پاریس در کنار قبر آقای صادق هدایت مدفون شدند. فقط لازم میبینم که این یه تیکه رو خدمتون بگم. ایشون در دورانی که از ایران خارج شدن به هیچ عنوان با زندگی خارج از کشور واقعا خو نگرفتن و اینطور که گفته شده در نوشته‌های مختلف ایشون زندگیش با دیپرشن و تنهایی مطلق روبرو بوده، مثل صادق هدایت تقریبا، دقیقاً عین صادق هدایت. و واقعا تنها حرکتی که ایشون در زندگی خارج از کشورش کرده نوشته هایی بوده که ایشون نوشته و فقط ایشون می نوشته و خیلی جای تأسفه که یه نویسنده‌ای به اسم دکتر غلام حسین ساعدی با این قدرت نویسندگی و با این درایت که در ادبیات فارسی ایشون سهم بسزایی داره واقعا، مخصوصا در نوشتن رمان و نمایش، ایشون یه تحولی در ادبیات فارسی به وجود آورده. بدون شک همه میدونن این رو که آقای ساعدی علل خصوص در نمایشنامه نویسی تئاتر ایران رو منقلب کرده با نوشته هاش و بازیگرا و کارگردانای بسیار بسیار معروف تئاتر از گذشته در ایران دست به کارهای ساعدی بردن به خاطر زیبایی کارهای ساعدی و به خاطر اگر کار جدی هست به خاطر واقعا نفس گرفتن تماشاچی در این کارا و اگر طنز هست به خاطر گوش زنی های خیلی خیلی هوشمندانه ساعدی با نوشته هاش و ایشون بسیار بسیار مطرح بوده. و فقط این قسمت آخرم خدمتون بگم نمایشنامه های به غیر از نمایشنامه هایی که آقای ساعدی نوشتن، فیلم گاو اثر ناصر مهرجویی بر اساس نوشته آقای ساعدی بوده، آرامش در حضور دیگران ساخته آقای ناصر تقوایی که باز یکی از بهترین فیلم های ایرانی هست که ساخته شده، همینطور دایره مینا ساخته آقای مهرجویی که باز یکی از میشه گفت یکی از قشنگترین فیلم های گذشته ایران بوده، اینا تمامش نوشته های دکتر غلام حسین ساعدی بوده. منم خوشحالم که بالاخره تونستم یکی از کارهای آقای ساعدی رو به هر حال دست بگیرم و بتونم بازنویسیش کنم و بدون خراب کردن کار آقای ساعدی، نوشته آقای ساعدی، بتونم این
کار جدید دوباره رو زنده کنی و نشون بده، زنده بکنم. میگن که مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. اینکه امروز شما در آمریکا اسم یه نویسنده‌ای رو که توی تبریز دنیا اومده، توی فرانسه فوت شده، اینجا داری میاری، همین قدردانی اینه که اینها جاودانه هستن و باقی میمونه. دوستان اگر بخوان تشریف بیارن، اگر بخوان چی باید، شماره تلفن روی آگهی ها هست و شماره تلفن دیگه ای هم هست که تماس بگیرن، یا فقط همون شماره تلفن 571-4343؟ بله، شماره تلفن دیگه ای که میتونن تماس بگیرن 301-440-88-88 هست که شماره تلفن گروه تئاتر واشنگتن. 7:30 شب یک شنبه شب روز مادر 12 می، یعنی دو روز دیگه، وعده دیدارمون تاماس جفرسون آرلینگتون. صحبت دیگه ای دارید که بخواییم با دوستان بگید؟ خیلی متشکرم از وقت شما و خیلی متشکرم از بینندگانتون که به این برنامه توجه میکنن و برنامه های شما رو همیشه نگاه میکنن. برنامه هاتون هم خیلی خوبه. به شما هم تبریک میگم به خاطر اینکه اون شعر کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، واقعا باید این ناخونا و انگشتای شما رو ماچ کرد که شما تک نفره واقعا انقدر زحمت میکشین و این برنامه های خوب رو در تلویزیونتون دارین و مردم هم لذت میبرن. من ممنونم از شما. ضمن یه مصاحبه شما انجام دادید با رادیو تماشا، این رو از امروز تا یک شنبه هم روی پلیلیست میذاریم و در به نوبت در برنامه ها پخش میشه. پس دیدارمون شد یک شنبه 12 می، همین ماه دیگه بهانه نیارید ماه دیگه زنگ بزنید بگید یادم رفت، همین ماه در تاماس جفرسون آرلینگتون که خیلی هم اکسسیبله، یعنی از لحاظ 495 روت 50 66 اینا بله. یه جای خوبی هست و سالهای سال ایرانی ها اونجا عادت داشتن نمایش، برای همین هم ما اونجا رو گرفتیم. بسیار عالی، خاطر راحتی ایران. من ممنونم از شما و امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم در برنامه. ممنونم. دوستان عزیز یک خبر خوب، امروز نور علی نور هست، بعد از آقای شاهین شکیبی با آقای سعید کاووسی خواهیم بود. اجازه بدید که یه چند تا تصویر زیبا از ایران ببینیم، با هم برمیگردیم و ببینیم سعید کاووسی چی میگه، کجا بوده، چه کار کرده. آقای شاهین شکیبی و دوستانشون در نمایش گداعلی در آمریکا، بیایم ببینیم و بعدش هفته آینده باز با هم صحبت میکنیم. اگر سوالی پرسشی هم هست با این شماره تلفن و ایمیل تماس بگیرید، من ایمیل رو فوروارد میکنم برایشون یا تلفن های شما، پیام های شما رو برایشون فوروارد میکنم. مرسی که با ما بودید، چند لحظه دیگه تحمل کنید، با هم خواهیم بود. مرسی.